خب جام جهانی فوتبال فردا با دیدار تیم‌های قطر و اکوادور آغاز می‌شود. این در حالی است که تیم ملی ایران تحت شدیدترین انتقادات از جانب افکار عمومی قرار دارد. برای بررسی آخرین خبرها همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، به نظرت آیا عجیب نیست که خود بازیکن‌ها هم در این چند روزی که به جام جهانی مونده و فکر میکنم که دو روز مونده تا بازی ایران و انگلیس، تلاشی انجام نمیدن برای جلب رضایت مردم؟ درود مهدی جان، کاملا موافقم. بسیار عجیب و دور از انتظاره. خب تا اینجا فوق‌العاده اونا تحت فشار شدید انتقاد قرار دارن که خب به راستی منطقیه، یعنی از ملاقات با رئیسی و اون تعظیم در برابر کسی که دستش به خون جوانان کشور در نسل‌های مختلف آلوده است، اون از اون ملاقات و بعد اینکه در جریان همین مسابقات مصاحبه کیروش که بسیار بد بود اون مسابقه، بعد تصاویری که فیفا از اونا منتشر کرد و اون لبخندها و ژست‌ها، و اینکه خیلی عجیبه که چرا حتی یه تسلیت نمیگن. یعنی این همه کنفرانس خبری تا همین الان تو قطر برگزار شده، دیگه یک تسلیت گفتن واقعا چیه؟ یعنی مهدی جان، میبینیم که حتی کیان پیرفلک رو حکومت میخواد مصادره کنه، تو بزرگراه عکسش رو زدن تسلیت گفتن. دیگه کسی که خود حکومت داره تسلیت میگه، شما چرا تسلیت نمیگید؟ چرا همدردی نمیکنین؟ خیلی عجیبه. از طرفی حاکمیتی که قوای سرکوبگرش، حتی خانواده‌ای که عزیزش رو از دست داده میرن به صورت ازش اعتراف تلویزیونی میگیرن، میدونیم که 500 نفر رو هم از ماموران امنیتی فرستادن قطر و اونا بلیط دارن وارد ورزشگاه بشن. این فشار میدونیم که چگونه است، روی بازیکنام است، ولی واقعا قابل توجیه نیست و برای مردم اهمیتی نداره که مدام هی میگن که ما اومدیم دل مردم رو شاد کنیم. اینم خودش نمک به زخم پاشیدنه. دل مردم الان با فوتبال شاد نمیشه، دل مردم با همراهی با اونها و با همدلی با جانباختگان و خانواده های پرشمار بازداشت شدگان میتونه یک مرهمی باشه براشون، ولی تا این لحظه ما متاسفانه چنین چیزی رو ندیدیم در تیم ملی. مهدی، به مامورین امنیتی و جو امنیتی اشاره کردی. فینال لیگ برتر کشتی هم با شدیدترین تدابیر امنیتی برگزار شد. چگونه بود این رقابت ها و مسابقه؟ خب علیرضا دبیر که فدراسیون کشتی رو قشنگ تبدیل کرده به مقر سپاه پاسداران و به طرز تاسف‌باری یه اتوبوس آورده بودن مقابل سالن، تمام گوشی‌های خبرنگاران رو ضبط کردن و برخی از خبرنگاران به نشانه اعتراض اصلا قید حضور در سالن رو زدن و در خود مسابقه هم با همه این تدابیر امنیتی دیدیم که در کشتی حسن یزدانی با علیرضا کریمی که تماشاچی‌ها عصبانی شدن و شعار دادن و چیزایی هم پرت کردن روی تشک، صدای هادی عامل و صدا و سیما بست. و از همه اینا جالب‌تر اینه که وقتی علیرضا دبیر پشت میکروفون قرار گرفت، جمعیت حاضر در ورزشگاه که همه عضو خانواده کشتی هستند او رو هو کردن و این پاسخیه به نوع رفتارهای او که انقدر بگیر و ببند رو انداخته در جامعه کشتی، ولی خب متوجه شد که جو چگونه است، از خود جامعه کشتی این واکنش رو گرفته، دیگه میتونه تشخیص بده که بیرون از این جامعه چه خبره. مهدی، اشاره ای هم بکنیم به تکواندوی قهرمانی جهان در مکزیک و باز هم قربانی شدن یک ورزشکار ایرانی برای مبارزه ندادن با حریف اسرائیلی. خیلی رفتن توی پیج میراشم حسینی نوشتن که برو مسابقه بده، تو نایب قهرمان جهان شدی، حالا شانس طلایی، از اینجا تو مکزیک رفتی، چه آرمانی، چه واقعا چه کشکی، برو مسابقه بده. ولی خب این کارو نکرد. البته میدونیم رئیس فدراسیون هم که خب هادی ساییه دیگه و حذف شد به همین سادگی. و جالبه که اکرم خدابندم که مسابقهش رو باخت و حذف شد، در اینستاگرام نوشته من اگر میبردم هم دور بعد میخوردم به اسرائیل، ولی فایده ای نداشت برام. و این واقعا تاسف بار، ورزش ایران از هر لحاظ تحت فشار و سرکوب و در واقع این احاطه و سلطه امنیتی، عقیدتی، سیاسی، مذهبی از حاکمیت جمهوری اسلامیه. مهدی، تبعاتش چه هست این عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی؟ حالا بحث تکواندو هست، در مورد تکواندو به طور کلی مهدی جان، تصورم اینه که اگر با نشانه هایی هم وجود داره،
اگر وضع موجود در کشور با همین شرایط یک یا دو ماه دیگه ادامه پیدا بکنه، کل ورزش ایران تعلیق خواهد شد. دیگه نه المپیکی در کاره، نه جام ملت‌های آسیا، نه جام جهانی. آقایون خانوما همش رو تعلیق میکنن و این کاملا نشانه‌هاش از حالا هویداست. سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی. سپاسگزارم.